به لطف و به نرمی عیسی میخواند، گوید نزد من بیا، بر در قلبت ایستاده میخواند، گوید نزد من بیا، بیا. سلام عزیزان، عنوان مطالعه امروز ما در کلام خدا هست راه حل خداوند برای پیروزی بر وسوسه. راه حل خداوند برای پیروزی بر وسوسه. آیه کلیدی این مطالعه در اول قرنتیان فصل 10 آیه 12 هست. این آیه می فرماید بنابراین هر کس که گمان می کند استوار است مواظب باشد که سقوط نکند. آمین. عزیزان ببینیم امروز این آیه چه ربطی به زندگی من و شما داره. آیه‌ای که میگه بنابراین هر کس که گمان می کند استوار است مواظب باشد که سقوط نکند. ازتون دعوت میکنم قبل از شروع مطالعه و شنیدن از خداوند با او صحبت کنیم. خداوند پدر آسمانی مهربان ما، از تو سپاسگزاریم که این موقعیت را فراهم فرمودی تا بتونیم درس دیگه ای از تو یاد بگیریم. خداوند به ما کمک کن تا یاد بگیریم چطور میتونیم با کمک تو و با پیروی از آموزه های کلام زنده تو بر وسوسه هایی که با آنها مواجه میشیم ای خداوند درست برخورد کنیم و بر اونها غلبه کنیم. دوستت داریم خداوند، بیا و امروز به ما تعلیم بده. در نام عیسی مسیح هست و درخواست میکنیم. آمین. آمین. دوست خوب من، اجازه بدید تا خداوند توسط این تعلیم با شما که در مقابل وسوسه ضعیف هستید و مکررن شکست میخورید صحبت کنه. تعلیم امروز را با چند سوال از شما شروع میکنم. در حقیقت با 5 سوال. سوال اول من از شما اینه که آیا شما عادت کردید تا حتی در روزهایی از زندگیتون که مشکل خاصی ندارید و همه چیز بر وفق مرادتون هست همچنان در ترس، استراب و نگرانی به سر ببرید؟ سوال دوم من از شما اینه که آیا شما در روزهایی که مشکل خاصی ندارید بنابر عادت خودتون حتی بیشتر از روزهایی که با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنید در ترس، استراب و نگرانی به سر میبرید؟ سوال سوم من عزیزان از شما اینه که آیا عادت شما در زندگی این شده که دائما به خودتون بگید درسته که حال حاضر مشکلی ندارم ولی نمیتونم آروم بگیرم و آرامش داشته باشم چون که حتما به زودی باز با وسوسه روبرو میشم و باز گناه میکنم؟ عزیزان سوال چهارم من از شما اینه که آیا شما از این که فکر میکنید در مقابل وسوسه بعدی حتما شکست میخورید و مرتکب گناه میشید خودتون را سرزنش میکنید و آرامش ندارید؟ و بالاخره سوال پنجم و آخر من در این مطالعه از شما اینه که آیا شما از این تصور غلط که حتما در روبرویی با وسوسه بعدی باز هم مغلوب میشید از خودتون ناامید شده اید
و در کلافگی به سر میبرید، دوست خوب من، اگه شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان قلبی دارید، مجبور نیستید این گونه افکار نابود کننده را در ذهنتون بپرورونید. بله دوست من، اگه شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودتون واقعا ایمان دارید، دیگه مجبور نیستید اجازه بدید تا ترس کاذب از شکست در مقابل وسوسه های آینده یا اینکه به زودی چه گناهی مرتکب خواهید شد در ترس و استراب به سر ببرید و آرامش الهی او را تجربه نکنید. دوست خوب من، اگه شما به عیسی مسیح ایمان دارید ولی بنا به هر دلیل این دروغ او را باور کرده اید که از زندگی امروزت لذت نبر و آرامش نداشته باش، چرا که تو باز در مقابل وسوسه شکست می‌خوری و گناه می‌کنی، باید بدونید که در این صورت از خواست خداوند برای زندگیتون دور هستید. خداوند پدر آسمانی شما به هیچ وجه مایل نیست که فرزندان خانواده الهی خودش را به دور از خود و دور از اراده خود و در ترس، استراب و نگرانی ببینه. چرا؟ چون که اونها دروغهای شیطان را باور کردند. عزیزان، هر عادت بدی به کمک خداوند قابل علاج و برطرف شدنه. دوست خوب من، به یاد بیار که در ایمان به عیسی مسیح خداوند تمامی گناهان شما را آمرزیده. خداوند شما را به فرزندی، به خانواده الهی خود برگزیده. خداوند به شما حیات ابدی عطا فرموده. همچنین خداوند روح القدس، روح مقدس خداوند در شما ساکن شده و تا لحظه‌ای که زنده هستید با شماست. عزیزان، روح القدس با شماست تا به شما کمک کنه در اراده خاص خداوند براتون زندگی شاد و پیروزمندانه‌ای داشته باشید. روح القدس با شماست تا در روبروی با مشکلات زندگی و هر گونه وسوسه ای کمک کنه. روح القدس همچنین با شماست تا در دوراهی های زندگیتون شما را هدایت کنه. دوست خوب من، لطفاً دقت بفرمایید. خداوند پدر آسمانی ما همچنین محافظ ما فرزندان عزیز خودشه. او محافظ ماست در مقابل هرچه که میخواد به ما و به ایمان ما خدشه وارد کنه و ما را از اراده الهی او برای زندگیمون دور کنه. خداوند پدر آسمانی ما برای محافظت ما در مورد شیطان و اعمال فریبکارانه وی هشدار داده و از ما خواسته که مواظب شیطان باشیم. بله دوست من، خداوند از ما انتظار داره تا به جای باور دروغهای شیطان و زندگی در ترس، نگرانی و اضطراب دائم به وفاداری و محبت او اعتماد کامل داشته باشیم تا بتونیم در آرامش الهی او نیز زندگی کنیم. عزیزان، بسیاری از افکار مخرب موجود در ذهن ما به خاطر باور کردن دروغهای شیطان به ما هست. دوست خوب من، برای رهایی از افکار دروغ و مخربی که آرامش را از شما ربوده و به جای آن در ترس، استراب و نگرانی اسیر نگه داشتند و همچنین برای دریافت شفای خداوند و غلبه بر حیله های نابود کننده شیطان، پاسخ دادن به دو سوال به شما کمک می کنند. دقت بفرمایید. سوال اولی که ما باید به اون پاسخ قانع کننده بدیم اینه که من چطور می تونم در آرامش الهی خداوند به سر ببرم و اراده او را در زندگیم انجام بدم اگه اجازه بدم تا افکارم مشوش باشند و هر لحظه در این ترس و نگرانی باشم که
باز مغلوب وسوسه میشم و گناه میکنم. سوال دومی که ما باید به اون پاسخ قانع کننده‌ای بدیم اینه که اگه من به جای اعتماد به محبت، وفاداری و حضور دائم خداوند با خود، دروغ‌های شیطان رو در ذهنم نگه دارم و اجازه بدم تا اون دروغ‌ها هر دقیقه زندگی من را با ترس، نگرانی و استراب پر کنند، در این صورت من تا چه حد مانع عمل کرد خداوند در زندگی میشم؟ دوست خوب من، در پاسخ به این دو سوال باید عرض کنم که ما ایمانداران به عیسی مسیح باید هر روز دستمون را در دست خداوند پدر آسمانی من بگذاریم، با او در مصاحبت و رفاقت گرم و صمیمی باشیم و اجازه بدیم تا خداوند پدر آسمانی من ما را تسلی بده و ما را راهنمایی کنه. عزیزان، ما تنها با اتکا به هوش و توان محدود انسانی خودمون نمیتونیم همیشه حضور مکارانه شیطان و اعمال هلاک کننده او را در هر روز زندگیمون تشخیص بدیم و از اونها مصون بمونیم. ما برای تشخیص حضور و نحوه عملکرد شیطان در زندگیمون نیازمند کمک و هدایت الهی خداوند پدر آسمانی خودمون هستیم. عزیزان، زندگی گرم و نزدیک هر روزه ما با خداوند، مصاحبت صادقانه ما با او، شنیدن و اطاعت کامل از اوامر او موجب میشند که ما دیگه نتونیم به آسونی فریب شیطان را بخوریم. دیگه شیطان به آسونی نمیتونه به ما دروغ بگه. شیطان دیگه نمیتونه به آسونی گولمون بزنه، آرامش را از ما بگیره و نگرانمون کنه. دوست خوب من، در همین لحظه از صمیم قلب دست خودتون را در دست پرمحبت و توانمند خداوند پدر آسمانی مهربانتون قرار بدید. به رابطه پدر و فرزندی خودتون با وقت گذرانی منظم در مطالعه کلام او حیات تازه‌ای ببخشید. دوست من، از این لحظه به بعد اجازه بدید تا خداوند ذهن شما را از هر گونه دروغ، ترس، نگرانی و اضطراب پاک کنه. اجازه بدید تا خداوند در عوض ذهن شما را از آرامش، حکمت و خوشی الهی خودش مملو کنه. عزیزان، بیایید در این قسمت از مطالعه در کلام خدا با او گفتگو کنیم. خداوند پدر آسمانی مهربانم، از تو سپاسگزارم که اجازه نمی دهی من بیش از حد توانم که تو خود می دانی با وسوسه روبرو شوم. خداوند پدر آسمانی مهربانم، از تو سپاسگزارم که در روبرویی با وسوسه ها با من هستی و از من محافظت می کنی. خداوند به من کمک کن تا به خاطر اینکه در آینده با چه وسوسه‌ای روبرو خواهم شد، دائم در ترس، نگرانی و اضطراب به سر نبرم. خداوند به من کمک کن تا فریب دروغ‌های شیطان را نخورم. خداوند به من کمک کن تا همیشه مراقب دوز و کلک ها و حیله های مکارانه شیطان باشم. خداوند به من کمک کن تا ذهنم را از تمامی دروغ های شیطان پاک سازم. خداوند به من کمک کن تا ذهنم را از کلام تو و یادآوری از محبت و وفاداری تو پر نگه دارم. خداوند به من کمک کن تا هر روزه با تو وقت بگذرانم
و از تو پدر آسمانی مهربانم بشنوم. خداوند به من کمک کن تا در آرامش و خوشی الهی تو و در اراده مقدس تو هر روز زندگی کنم. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. خدا را شکر. دوست خوب من، در پایان این مطالعه اجازه بدید تا برای غلبه بر ترس و نگرانی از این که باز در روبرویی با وسوسه بعدی شکست می‌خورم و گناه می‌کنم، به شما 3 پیشنهاد بدم. پیشنهاد اول من اینه که 5 از وسوسه هایی که بیشتر از همه شما را به دام خودشون میندازن را یادداشت کنید. اون 5 وسوسه ای را که یادداشت فرمودید را به خدا بدید و از او درخواست کنید تا به شما توان و حکمت بده تا تسلیم اون وسوسه ها نشید. پیشنهاد دوم من عزیزان به شما اینه که اون راه فرارهایی را که خداوند برای دفاع در برابر وسوسه به شما نشون میده را باز به یاد بیارید و یادداشت کنید. به خودتون قول بدید که از راه حلهایی که خداوند به شما نشون میده حتما پیروی کنید. و بالاخره پیشنهاد سوم و آخر من عزیزان به شما اینه که رابطه منظم روزانه با خداوند، مطالعه کلام او و تعمق در آن و دعا را در اولویت اول هر روز زندگی خودتون قرار بدید. خدا را شکر. امیدوارم که این مطالعه در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. تا گفتگوی بعدی، فیض و آرامش عیسی مسیح با شما باشد. آمین.